بچه ها چه خبر؟ کجان؟ خوبی؟ و دیدون همه چی خوبه؟ بهمن اینا فدات شم، عشق دلمه، قربونت برم. خوبه؟ دوست پسر قبلی چطوره؟ خوبه؟ نه اون دریس بازم رفت پی دادنش. چرا؟ مگه 2-3 بار با هم کات کردین؟ جریان چیه؟ جریان اینه دیگه، میاد اینجا هر وقت دلش تنگ میشه برا خب میرم بر چی؟ دیگه. بعد تو بکنش بودی؟ آره دو طرفه بودیم دیگه. دو طرفه چی؟ هم میدادی هم میکردی؟ آره خب الان جدا شدین؟ جدا شدیم که والا نه، بردم بذارم خونهشون یه 2 هفته دیگه برم دنبالش، بعد آب و هوای یه کیس دیگه زد تو سرش، به من گفت و نمیدونم تو الکی اذیتم میکنی بهونه آورد و اینجور چیزا، بعد الان رفته نمیدونم با کیه، با کی اوکی شده خدا میدونم. خب الان تو که میدونی که همه اینجوری هم دیگه، مثلا الان هیچ کسی با یه نفر نمیمونه، مگه یه کیر چقدر جون داره؟ آره خب، ولی خب این دوست داشتنه چی میشه؟ این رابطه ای که دلی باشه واقعی باشه چیه؟ ولی من که اصلا آدم احساسی نیستم، من فقط مثلا دوست دارم بدم همین، بعد وقتی هم که دادنم تموم شد یعنی دوست دارم همین. منظورت اینه، طرف مقابل من دلش میخواسته که با همه مختلف سایزا باشه؟ یعنی اینکه مثلا میگم مثلا دوست پسر قبلی تو دوست داشته به همه بده دیگه، مشکل چیه؟ تو مگه نمیدونستی؟ من نه، اوایل رابطه اینا رو به من میگفت که گوه میخوردم رد بزنم. مثلا تو الان خودت با همه میخوابی، به همه میدی و میکنی، بعد چجوری انتظار نه داری چی که باز میگه من دوست با همه میخوابم؟ من ببین کل رابطه هم بعد اون یا کات بودم کلان دختر بوده. ببین با دختر خوابیدم، ندادم که بگی رفتی دادی به یه پسر، با دختر بودم تونستم کردم، ولی خب الان این مثلا میره، این میره به قول یارو میگم میده، با پسر اوکی میشه، با دختر نمیشه که. میدونی بعد از این که چی بهت بگم، یعنی چجوری بهت بگم، نگاه موخم بازم سود کشید خدا. منظور این که چه فرقی داره حالا چه تو بری بدی چه بکنی، موقع این که تو با یه نفر نیستی دیگه. من با یه نفر به خدا قسم که سلام، هیچکی مثل من نیست. سلام، به چطور؟ سلام آریان چطوری جون، بهمن، سلام بعد لو هستم و قربونتون برم چطوری؟ جون، خوبی؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ فدات بشم، چطوری جیگر؟ فدات بشم، خوبی؟ قربونت برم، چه خبره؟ قیمتش داغونه. الو من لایو داشتم که خودش لایو میذاره، نتش خوبی که آره اوکی شد، گیر میکنه. میخوای جامو تغییر بدم آریا؟ یه دقیقه وایسی اینجا، میخوای برو فیلترتو چک کن بیا. یه دقیقه وایسی خوب شد. نه خدا وکیلی آریان، گناه من چیه؟ وقتی با دل صاف میرم جلو چرا باید قسمت من تنهایی شه؟ خدا وکیلی. چرا این همیشه میاد مشکل داره؟ نور میچرخه. دیشب خیلی نت خوب بود ولی امشب باز دوباره ریده، ولی تو همیشه نتت خوبه، کسافت چه گویی میخوری؟ من نتمو به روز رسانی میکنم. اینا به روز رسانی نمیکنن که، باید برن تو بازار به روز رسانی کنن تا چیز نشه نپرن. سلام یاسر، چطوری؟ خوبی؟ آره ایوس الان بچه رفته ها خیلی باید توهین و فوش میدید، الان هم حالم خوب نیست، میگم کلمو بخیه زدم ولی اومدم تو لایف، بکنم دوست ندارید من لایف بیام.
غلط کردم یعنی چی؟ موهای بسته خیلی بد میاد، الان مجبورم فعلا دیگه بستم که این زخمام خوب شه. اینا رو کاشتی آریان؟ اینا رو بخیه خورده، دیروز دعوا کردم. ای جان یه سیبیل در من آوردی ما خند. بیغیرت نیستم که خونه نشستی، هر زمان میرم بیرون، من مردم میام. دیروز رفتم زیر دست پا له شدم. با من تو نشستی تو خونه خون میدی، من دیروز عزیزم زیر دست پا له شدم. خب بابا من برم بیرون من بکشن ارزش نداره که آخه. خب یه خون کمتر دیگه، چه خیلی ارزش داره خونت هم بابا عزیزم این کنی خب چی شد بهمن چی شد؟ نه من رفت این فیلترش اوکی کنه. با بچه ها صحبت کن تا من بیارم. باش چه کسی تو رو بود حتما از کن چی میگید؟ ای میشور بیادت نشو. بهمن میگم بهمن چی خندان، تو جز ایرانی با کیا مثلا با چه نژاد دیگه خوابیدی؟ من دروغ نگم قبل این که ریل بزنم 2-3 سال پیش، خب اصلا به ریل زدم فکر نمی کردم، نیاز خودم رو با دوستان برطرف می کردم. خب بعد اینکه اومدم تو رابطه هی کات کردیم هی آشتی کردیم و اینا، موقعی که کات بودم سینگل بودم با دخترا بودم. نه گفتم با چه نژادهایی سکس کردی، نه گفتم با کی بودی. آها چیز بذارید بگم، افغانی، بعد ایرانی، یه دونم ضعیف فکر کنم یادو نمیدونم عرب بود چی بود، تو مشهد پیداش کردم. سلام سلام چطور؟ سلام خوبی؟ سلامتی؟ حالت خوبه؟ زنده باشی. این پیج اصلیته؟ نه پیج فیکمه فکر کنم، چه میدونم بابا. چه پیج اصلی نمیاد؟ پیج اصلی بابا همینه دیگه. آینه ببخشید کسکشی تو. خب که اینطور، نه منظوری که این میگه با، بگو دوباره بگو، گفتم با چه نژادهایی خوابیدی جز ایرانی و افغانی؟ همینا بوده. منظورت چیه؟ واضح بگو بگم. چی فایده؟ چه تو چه زندگی داری که ببخشی از حالا مثلا کجا زندگی میکنی تو؟ تهران. تهران چی کنی که تهران هیچ جا نرفتی؟ یاسر تو کجا زندگی میکنی؟ من شیراز. شیراز؟ خب از شیراز هیچ جا نرفتی، چه جوانی کردی هیچ گویی نخوردی؟ من همه جا رفتم، همه جا رفتم، همه جا ایران رفتم. ایران نه، ایران چه کده، ایران خارج از کشور میگم. خب من سربازی نرفتم، سربازی ویزا نمیشه بگیرم، پاسپورت. خب خب میگم دیگه، بی عرضه بدبختی دیگه. الان ببین من با این که مثلا از شما دو تا کوچیک ترم، من کل دنیا رو گشتم، همه کیرا رو هم خوردم، شما چه گویی خوردی؟ بابا من 18 سالم 19 سالم تو میگی از من کوچیکتری دیوز؟ تو 18 19 سال. من 19 سالم، به خدا متولد 82 هستم، 25 شهریور 82. تو 19 سالته؟ آره 19 سالمه. بس چند سالمه؟ خیلی هم عالی. خندان تو چی؟ من این بزرگترم با 5 سالمه. 5 سالته آره، ولی هیچ کار نکردی. ببین من الان 2 دقیقه پیش قبل از اینکه بیام لایو کیر روسی خوردم، کیر آمریکایی خوردم، کیر کانادایی، من همه کیرها خوردم، ولی شما هیچ کار نکردید. چی
پس برای چی در این زندگی میکنی؟ برو بمیر. گیر ما نمیاد. من چجوری برم الان؟ چجوری برم اون بر مثلا کیر روسی گیر بیارم یا کیر نمیدونم آلمانی چی؟ تلاش کن، قاچاق برو، تلاش کن برای آرزوهات. آرزوهام خب من تا حالا فکر نکردم به این که میخوام برم آلمان یه کیر آلمانی بخورم که. تلاش کن، من الان واجب تر از غذا خوردن کیر خوردن. تلاش کن و برو سعی کن تو زندگی تا جوانی همه کیرای دنیا رو بخوری. یاسر تا جوانی برو همه کیرا رو بخور، تو همش فقط کیر ایرانی ها رو خورد، فایده نداره. من کسکیش من بکنم، من بکنم تو هستم میام. ولی به خدا میخوام از این لحظه که نگاه کنم این آریا این موقع که سینگل شدم گل دادم هیچ تیری و جا نذارم. یاسر تو یعنی یاسر تو با این صورت دارن یعنی کیری کی آخه یعنی آخش آخه کدوم کسی میاد به تو بده؟ یعنی من زشتم اونجوری نکنم. نه منظور که زشت نیستی ولی لاغری، کسی به کسی که لاغر باشه کون نمیده. خب کمه دیگه، 68 شیه الان یک گوساله به دنیا میاد 70 کیلوه. 68 خیلی کمه، زیر فقره. الان ما یک گوساله به دنیا نه نمیگم دور از جونو گوساله، کاش گوساله خیلی خوبه شیر میده، تو که هیچ گوی هم نمیدی. الان یک گوساله به دنیا در سال 1401 یک گوساله به دنیا میاد 72 کیلو. صدا قطع بس میشید برو بیرون کسکش. تو حتی یه نت درست نداری و تو کون میکنی، کس میکنی کسکش. یه نت درسته، تو یه پونه در داغون داری هر روز داده، کی میاد تو کون بده بدبخت؟ قیافه کیریشو ببین، کی میاد به تو کس و کون بده؟ برا نت درست کن کسکش دهاتی چون ده راستی کی میده تو با یه ذره جرفت توی دستشویی نشسته میگه من بکن. بهمن کجاست؟ بهمن نیومد والا. کسی یه کسی هر یک ماها به کسی میدیم که قد بلند باشه، یکلی باشه، پول داشته باشه، قیافه داشته باشه. آدم میگه داره میدیم دلش نسوزه. این شبیه مارمولک 6 کیلو کلا با لباساش. بعد میگه من کم بام شما. خب پس اینطور الان به نظر تو من چه خاکسترم بریزم آریا؟ سلام مریم چطوری؟ خوبی؟ خوش اومدی مریم جون. اومدن اخ اخ مریم قربونت برم. بیا بالا، این مریم من خیلی دوست دارم. هلو آریان سلام چطوری جیگر؟ خوب سلام علیکم آریان خوبی؟ ممنون. دیروز نبودی اینقدر لایو برات فرستادم. کجا تو لایو؟ یا ببخشید من یه فیلتر بذارم الان. بذار از مرسی. یه فیلترام نمیدونم چیه، فیلتر نیست که روشن‌تره. چه خبر آریان جان؟ شما خوبی؟ ممنون. امروز معمولا توش فقط ساتردی میای لایو، چی شده امروز اومدی؟ ساتردی نرمالی با دوست پسرم میرم بیرون. خب اوکی، با دوست پسرم. از این به بعد دیگه یک شنبه ها میای بیرون، میای لایو. سلام مریم جون. سلام علیکم خاندانش، شما خوبی؟ حالت خوبه؟ قربونت برم. چه خبر دیگه بچه؟ به به یاسر کجا رفتی جیگر؟ کسکش رفتم پیسیتر، رفتم پیسیتر نگاه کردم. خب دو از اول درست میکردی دیگه چیز. کسکش سلام کن به مریم خانم. سلام مریم خوبی عزیزم، حالت خوبه؟ چه خبر؟ حالتون خوبه؟ هر لقمه حروم زاده بی بوت سلام کن کسکش. اگه میخوای کسکش بکنی با کسکش
خواهی فاش بگی ناموسن؟ خب خندانش هم چه خبر؟ مگه سب کن سب کن، مگه من به خانواده این تو سرم به خدا مریم داری کم دادم اصلا نگاه نمی کنم. خندان سب کن، مگه من به پدر تو مادر تو توهین کردم، خواهر توهین کردم؟ چون نه، کی به شما توهین کرده؟ الان بگو که خواهر مادرش به گام زود باش. الان کی به تو توهین کرده؟ بگو خواهر مادرش رو چشش بیارم. بابا پاش یه نفس اصلا نمیاد یا برای من فلان همه چه قفله. مریم گوشی دیگه لحظه ببند و باز کن صفحه رو درست میشه. شاید چارجش کمه. میخوای دوباره ترای کنم؟ نه اوکی میدونم. کامنت رو میخوای چکار کنی دیگه؟ مشروب رو بخور. واو خب چه خبر؟ خب بگید بچه تعریف کنید دیگه. این فلتر بزرگش آریا من میخوام بکنم. زهر بدهی میخندی کسکش چرا؟ آخه تو نمیتونی بکنی. میگم چرا نمیتونم بکنم؟ آره تو یه بار بیا ببینم میکنم به آریان تعریف میکنی سبکو یه بار بیا بکنم ات. یاسر چیه؟ یک زن طولای یه خانم طولای بمشو کردن صحبت میکنی زشته. بله زشته آقا یاسر. آقا یاسر یه خانم طولای بمش از کیروکوس صحبت میکنی؟ نه این صحبت رو نداشتیم. زشته به خدا. مریم خانم طولای بمش از کیروکوس خجالت بکش. یه بار دیگه بخوای بی احترامی کنی با این بی شور با ادب باش. مریم حالت خوبه؟ مرسی آقای یاسر عزیزم، چه خبر؟ حالتون خوبه؟ آریان راستی نیستی اینجا؟ من چیزم هستم ولی دیگه یکم درگیرم. ببین دیروز رفتم تظاهرات کتک خوردم، بخیه خوردم. واو باید کتک بخوری دیگه، زیر دست پا له شدم. نه دیگه اینطور نیست. آره اینکه اینطوریه. سلام بهمن دیگه، خوبی؟ خب بچه شروع کنید دیگه. چیزه مریم هنوز با دوست سر قدیمی چی؟ آره با همونم دیگه. بعدش الان یه فکر کنم 10-20 دقیقه دیگه میاد اگه دوست داری ببینیش. آره میخوام ببینمش. بعد عکسش هم دیدم خیلی جوونه، خوبه، به سنش نمیخوره 50 باشه. آره حالا چرا اینقدر ناراحتی؟ نه ناراحت نیستم، یکم گل زدم بعد خیلی مشروبم میخورم بیره البته، بعد یکم های شدم. های شد درسته. خب بفرمایید بچه ها. از بالا خندان خودتو معرفی کن برای بچه ها. من خندانم، 25 سالمه، با افتخار یه گیم نگم برات. از تهران. یاسر خانم یاسری شما؟ من 19 سالم از شیراز، اسمم یاسره. با افتخار چی هستی؟ با افتخاری بکنه تو هستم، بکنه تم بیتر. مریم تو شما خواهی تو مرمتی کن. سو بچه من مریم بی خدا هستم، 32 سالم، تو نیویورکم دیگه، خیلی خوشحالم اینجا هست. جدی بود؟ جدی بود. حالا آریم کسیش خود بگو. من هم سلام میکنم همینجا به تمام دوستانی که تو لایو هستن. من باقر صادقی هستم، فرزند احمد، مادرم اسمش صدیقه است، 18 سالمه، چیز هستم، الانم از تو ناف کابل باهاتون صحبت میکنم. تو ناف کابل کیرم تو نافش. تو بچه من نمیدونم متاسفانه چرا همه چی برام واستاده، یعنی من هیچی نمیبینم. الان چتی فکرم آره جان؟ چتی؟ الان چدمستم. چدمستی برونه نمیدونی. خب اوکی بچه بازیمونو شروع میکنیم. خندان از مریم شروع کن. مریم عزیزم میگم شما در این طول هفته گذشته شده باشه مثلا یکی تو خیابون ببینی ازش خوشت بیاد، بعد یهو هوایی بشی، بعد پشیمون بشی بگی نه من بهش هم خیانت نمی کنم؟ نه من معمولا وقتی با کسی هم با همونم، یعنی از کسی دیگه خوشم نمیاد. یعنی نشده تو تا حالا تو خیابون یکی دلتو ببره یا بدنش اندامش اینا تو چشه؟ نه اصلا، من وقتی یکی تو زندگیمه دقیقا به همون فکر میکنم، مثلا سایز بدنی و همه چی هر چی داره.
به کس دیگه اصلا فکر نمی کنم. یاسر تو چی؟ یاسر تو شده تو خیابون مثلا چونه یه پسر مثلا ببینی بگی وای عجب چونه داره برم نگی کنم؟ من از چونه پسر بدم میاد، از پسر بدم میاد اصلا. دروغ نگو. به خدا بدم میاد، تو لایف شوخی میکنم گاهی گوشیه ولی بدم میاد الکل. خب بعد دختر چی؟ دختر شده مثلا با سنش بزرگ باشه بعد بری بهش بگی بهش تا دلت بخواد مخصوصاً ساعت خب باشه میگم که بزا یاسر ازم سوال کنه. یاسر جون یه سوال مشتی ازم بپرس. بله میام. اوکی مریم از تکس وحشی حال میکنی یا بدت میاد؟ اینو من بگو اول. صدا میاد الان جان؟ از تکس وحشی خوشت میاد خشن یا بدت میاد؟ اینو من بگو اول. سکس خشن خوشم میاد خیلی. در چه حد مثلا بزنه ضربه بزنه یا گاز بگیره خون بشه چی بشه؟ اصلا کلا در همه حد. من پایم 100 یا هستم یا نیستم. جون جون تو حالا شده سکس خشن داشته باشی که جا زخم بشه؟ آره دوست پسرم یه روز اصلا گاز، همین دوست پسر کلان دارم باش، گاز گرفته بود بعد قشنگ دندونش مونده بود، یعنی خونی خونیش معلوم میشد. خندان شما چی؟ بعدشون من نمیدونم ساعت های بوده این کار کرده معمولا. من چی؟ چجوری بگو؟ نشنیدم خوب به دوباره بگو. درست زر بزن دیگه کس کشه بی پدر. بابا داشت درست میگه خدا هرچی میخوام پشت ندم میگم صدا میاد کسکش حرام زاده بی لقمه بی بوته بی ریشه داشت صحبت کن دیگه تو لایف بلندتر درست صحبت کن دیگه من کیرتم مگه درست بگو ایرم چی میگی کسکش خندم مگه خایته که باش آروم صحبت میکنی زر بتن بلندتر بی پدر مادر کسکش چی بگم خود سوال پرت من سوالم تموم شد کسکش بی ریشه چشاش اینقدر شیشه زده اومده بیرون بلند صحبت کن کسکش چی میگی بی ناموز کیرم تو کسم بگو تو فوش دونم کیری فیس جون کیره تو کس همه کس من غلط نکن کیری انقدر داگی دادی زانوات زخ شده من میدونم بعد میای میگی من دختر بازم بعد میای میگی من عاشق دخترم من چون دختر دوست دارم دایرکت منزی موهایت دختره کسکش دایرکت منزی موهایت دختره آره بابا من آمار گرفتم میگن یاسر ترنسه آره هر راحت نه آخه من گرم مریم اونجوری نیست که آمار دادن میگن یاسر ترنسه او تو چرا کسیه میگی با این آره من ترنسم به تو چه فضولی اصلا فضولی نه خدا وکیلی اگه حس به ترنسا داری خود گیهی خب بیا عزیزم من باید اوکی میکنم یه جوری حلش میکنیم دیگه بابا خودش کسکش گیه میخواه منم بکنه گیه ناموسن نه خب آقا آمار تو دادن میخوای بگم کی اینجا اسم نمیارم میگم آره این چطر نجات چیه؟ این چیه؟ چطر نجاته چیه؟ پوشیدی خب بحث رو عوض کرد ببین بحث رو عوض کرد آریان بحث رو عوض کرد نگاه آریان نشان میگم که شما بعد از وقتی خیلی زیاد شما یه سوال ازم بپرسید خب اوکی مریم معلومه چالش میکشم بالا مریم به نظر من تو هیچ وقت چی رل نزن چون تو رل میزنی خیلی سرسنگین میشی مجرد باشی شادی شیطونی ولی رل میزنی نمیتونم میری تو خودت چرا؟ خب من به اونم فکر میکنم خب چون وقتی که مثلا مجرده خیلی پایه فانی تو لایو اوکی ولی وقتی یکی میاد تو زندگی دیگه کلن زندگیت برمیگرده کاملا چون من هر کی در زندگی میاد یه جوری باش رویه میکنم یه جوری دوستش دارم که مثل عشق اول آخرمه من هیچگاه هیچ کس رو عشق اولم خطاب نکردم یا آخرم نمیگم چون اصلا کلن هر کی میاد جایگاه خودشو در زندگی داره درسته من الان تو رو به چالش میکشم با این دوست پسرت که چیزه این دوست پسرتو نمیخواد تو رو معرفی کنه به خانوادش؟ به خانوادش؟ خب ما الان دیگه یکونه ماه با هم دیگه دیت میکنیم بعدش منم حلاقه‌مندی نشون ندادم خانوادش رو ببینم ایشونم با خانوم قبلیش داره زندگی میکنه به خاطر هاوز و اینا که یه جا خریدن
بعد سه تا بچه داره. من اصلا مثلا نمیخوام قاطی هیچ چیزی بشم، من فقط مثلا لذت میبرم وقتی میبینمش، باش سکس میکنم، میریم بیرون مووی میبینیم، آهنگ گوش میدیم، مثلا چت میکنیم، اینا من این چیزا رو بیشتر میپذیرم. اصلا کلان کار به خانوادش ندارم، من اصلا عمرن نمیخوام خانوادش رو ببینم. آخه تو چجوری وارد یک من خفشه کیرم تو کسنه ندارم ببخشید کسرنش هم بگم گناه داره، نش گناه داره، به چی بگم ناموسن؟ هیچی تو نمیخواد مریم رو تایید کنی، مریم به تایید توی کونگولابی نیاز نداره. من میخواد بگم که تو بی فرهنگی کسکش، مگه من به مادر تو فوش میدم؟ مادر تو چی گناهی کرده؟ بله مادر من گناه کرده که منو زاییده. چرا؟ کاش اون شبی که بابام میخواست ننمو بکنه از روی قاشق از روی زمین با قاشق جمعم نمیکرد، میذاش روی همون فرش بمونم. آخه عزیزم پس الان دیگه آریان نداشتیم که گناه ننه من اینه که اون شب از روی فرش نباید منو با قاشق جمع میکرد، میذاش اونجا باید میپوستیدم. لنده هو بایستم آریان اشان میگم که اجازه است یه آهنگ کوچولو پلی کنم. وای مریم اومد با آهنگای کیرش، ول کن دیگه جون ننه. بابا یه دونه دیگه آریان اون بچه پایینو بذار، بچه پایین. نه یکی دیگه شو بذارم، خیلی جالبه آریان چون گلم دارم میزنم گوش بده دیگه. یه آهنگ ها به افتخار خود سری قدش کن بچه. من دوست دارم یه چیزی به فالوورای عزیزم بگم. البته من نمیدونم کیا تو لایفن چون هیچی ندارم، اصلا کامیدم نمیبینم. الان 10,000 نفر خوب باشه مریم که موزیکش تموم شد. پس آریان دست درد نکنه، پس لذت نمیبرید. نه میگاستم منتظر بودم که موزیک مریم تموم شد بعدی رو بگم بذاره. آهنگی میلاد غم با ابراهام بود. نه من تازه گریم بگیرم. اوکی میری بازیمون رو ادامه میدیم، یاسین رو از مریم شروع کن. خب بفرمایید نوبت یاسین. اگه مردی بلند صحبت کن، وگرنه صدات ضعیف کنی میرینم تو صورتت. بلندتر اسکیوز می آریم جان عزیزم، صدای من از مردا بلندتره. الان صدا میاد خوب؟ الان خوب میاد؟ بله. آره بلند صحبت کن. خوب مریم بهترین پوزیشن سکسی چیه؟ بهترین استایلش تو سکس؟ طرف رو من بخوابه. خوابیدنی دوست داری؟ خیلی بله. آریان جان شما چی عشقم؟ بهترین پوزیشن استایلت سکست؟ من بهترین پوزیشنم فرغونیه چون اونجوری میتونم جغ بزنم. فرغونی چجوری بابا کسی؟ حداقل بگو هفتینه که فرغونی چی؟ فرغونی کسی که چیزی میگه که خب فرغونیه دیگه. فرغونیه دیگه. ببخشید تو خری نمیفهمی من چیکار کنم. خندان جان شما چی؟ خندان I love you. خب الان نوبت خندان تو بپرس از من و آریان. باشه آریان چرا کسایی که مثلا داگی سکس میکنن زانوهاشون زخم میشه؟ خب چون جای مناسبی نمیذارن زانوهاشو. 100% من اینقدر داگی سکس میکنم هیچ نشونه نمیبینی الان. ولی شما رو تختی نه؟ آره دیگه مثلا رو تخت داگی از این دیگه. آریان میدونی مثلا تختم چی جوریه، اصلا خیلی کامفورتبل. پس آره طرف ببینه کسی با داگی به زانوهای سختی نمیشه، جاشو باید مناسب کنه. ببخشید تو بری تو خراب داگی کنی بله دیگه فلج میشی. داگی رو فقط روی تخت انجام میدن، حتی تو خونم روی مثلا روی خونه روی زمینم نمیتونی داگی بدی چون زانوهات پدرش در میاد. بله ایوان. ببینید من بهتون بگم، من پوزیشن ها رو بهتون بگم بچه ها یادداشت کنید. توی روی تخت فقط داگی یعنی سگی، توی خرابه فقط باید ایستاده بدی، روی خونه روی فرش مثل خندان باید فرغونی پاهاتو بدی بالا، تو دستشویی فقط باید بشینی روش، تموم شد. اینا رو یادداشت کنید بچه ها. دارم چی میگن من خیلی دوست دارم کامنت ها رو ببینم. خب با گوشی دیگه نگاه کن. خب گوشی دیگه ندارم الان، فقط یه دونه است که لایو هم. بچه ها لایو رو سیف کنید، فیلم بگیرید بفرستید برای مریم که کامنت ها رو ببینه. دست در نکنه من الان دوست
داشتم ببینم لایف. خب اوکی، نوبت من سوال میکنم. مریم اگر مجرد بودی با یاسر رل میزدی؟ نه خیر، یاسر مثل داشت کوچیکم. چرا؟ بابا سن سالش خیلی از من کوچیکتره. من مثلا کلا مثل داشت کوچیکم میبینم. اگه بعضی وقتا تو باهاش شوخی میکنیم مثلا جدی نیست. خب چه جوری وقتی که یاسر چجوری یاسر کوچیکه مثل داداش کوچیکته ولی با یکی رفتی که 50 سالشه؟ خب من گرایش دارم، شاید آقای یاسر نداشته باشه. آقای یاسر که خرم بذاری میکنه. نه بابا، آقای یاسر عشقمونه. آقای یاسر الان شب رفته چیز کرده، کش بسته به کیرش که برسه به سوراخ خون خودش، خودش ارضا کنه. وضعش خراب. نه آقا یاسر اصلا نمیخوره همچین کاری باشه. چرا یاسر تو خیلی خوشت میاد من بهت میرینم، چرا ناراحت میشی؟ نمیدونم، با خواهری هم معرفت همین در همین حد داری معرفتو. معرفت داشتی تنها هم نمیذاشتی. نه آریا نشان یه سوالی بکن که تو ذهنت از من شنیدی؟ اون آهنگ شنیدی که میگن معرفت داشتی تنها میذار. نه بابا ول کن بابا، کیرات تو کاسه من بره همش میخواد موزیک بذاره. الان همه فرار میکنن. ول کن مریم جون. نه خب باشه باشه ایشان. پس آریان پس یه سوال ازم بپرس که تو ذهنت دوست داری مثلا بهش فکر میکنی. من میگم من به چالش بگیش من ایشان بخورم. بچا فردا شب عکس کون آریان میارم لایو نشونتون میدم، اینجوری بکنینش. من اینا زنگ نزن کونش لایو هم اینم یه مارکت گرفتاری شد. خب مریم به چالش بکشه یکم تا ثبت موزیک نره. اوکی مریم، میگم مریم، میگم اگه من پیشت بودم مثلا یه کاری میکردم، یه جورایی میکشیدم سمت خودم، تو رو مثلا وابسته میکردم بهت، میگفتم یه دیلدو بخر منو بزن، چی کار میکردی؟ یعنی چی منو بزن؟ یعنی من تو رو وابسته خودم میکردم، خب دیگه واقعا وابسته میشدی، بعد نداری که بکنی، برات یه دیلو میگرفتم منو میزدی، قبول میکردی؟ فکر نکنم، من نمیدونم اصلا، شاید دوست نداشته باشم. نمیدونم نه نگاه، من گفتم بهت، گفتم وابستت کردم تموم شده رفته، بعد برات یه دیلو بگیرم تو بزنی. ممکنه اگه من ازت خوشم بیاد هر کاری دوست داشته باشی برات انجام میدم. خب همین دیگه، منم گفتم مخته زدم وابستت کردم و بهت گفتم که یه دیلدو بگیر منو بزن. حتما میذارم. ای جان، بعد چه پوزیشنهایی دوست داشتی رو من انجام بدی؟ ببخشید یکی نوشته چرا حرفای زشتی میزنید؟ ببخشید اومدی تو لایو کونی ها، تو یک لایو کونی چه انتظاری داری؟ چی برای درس اخلاق بده یا قرآن بخونه؟ من کونی فقط کی رو کس صحبت میکنیم. ناراحتی برو از لایو بیرون. مریم من یه لحظه ساکت. بچه عزیز من تابع قانون طبیعتم، من کونم، از کی رو کس صحبت میکنم، هیچ چیزی دیگه صحبت نمی کنم. کون یعنی چی؟ یه کسی که میدونم، از دادنم میگم، از کردنم میگم، از کی رو کس میگم. هر کی ناراحت لایو الان میتونه بذاره بره لایو بغلی، دارن سوره بقره میکنن. آره اجازه است یه بیر بیارم؟ برو هر چی سری بیاد. بچه‌ها این لایو بغلی برید سوره بقره میخونه، سوره و لایو بعدی هم سمت خداست، ساعت 12 شب میذارن چنج کردن. لایو بعدی هم چیزه. بذار آریام مخ. از کیرو کس صحبت میکنم. آریام تو یه دونه نیمرخ نشون بده باسنت. گوشی زنگ خورد. یاسر یک بار دیگه اینجوری از این گوا بخوری میدم سگات کونتو پاره کنن ها. مثل آدم بیا بشین تو لایف دیگه کس کشه بی پدر. گوشیم زنگ خورد، چیم زنگ خورد، کس کشه پرمله. بی ناموسه هرمله بی شخصیت، اینقدر نرو بالا پایین دیگه، کس کشه بی لبل. کس که گوشیم زنگ خورد کیری فیس. آخه تو کدوم خریدی؟ تو گوشی تو بذارم تو خیابون یکی بر نمیداره، کی میخواد به تو ابله زنگ بزنه؟ او کس کشم شو باسم آدم ناموسند کیرم تو قیافه کیریت.
دیگه من کیریه با کوبه پروشان میکنه خدا وکیل من تو رو بکنم میترسم تا 6 ماه طرف کیون نمیرم کی تو رو میکنه خدا وکیلی یا بارو گام شو کی میخواد به تو ماربولک کوب بده کسکش قبل که تو بیا یه پسر روسی اومد کسکش نام من تو رو میبینم میگم شیطان رجیم خدا وکیلی تو رو میبینم میگم یا بسم الله الرحمن الرحیم شیطان رجیم خفش کیرم تو همجد آباده کیرم تو کست کیری همیم صبر کنید زنگ گوشیم تو اومدم گوشی من زنگ خورد بابا چه گوی خوردیم که چیز کردیم واتساپ نصب کردیم تو این لا اله الا الله ازم خب نوبت خندان ببین کسکش کی میخواد به تو کون بده یاسر تو خود کونی کسکش بابا ناموزن یه دقیقه وایس رو باید بگم یه دقیقه تو وایس بلند شو وایس رو باید بگم قیافت شبیه چه یه دقیقه بلند شو وایس کسکش قبل از که تو بیه یه پسر روسی اومده بود اینجا من با بابا یه دقیقه تو بلند شو وایس کیرم تو کیون روسیه تو دقیقه بلند شو وایس دارم صحبت میکنم گوه بخور بله ننه بابات یاد ندادن که تو صحبتی که دیگه نپری خاندانش هست بگو دیگه ناموسن نکن جون هر کی دوست داری عیسی مسیح خدا هر کی دوست داری به پدر مادر چیزی نگو لطفا نه هیچ میگم پدر مادر به یاد ندادن وقتی یکی صحبت میکنه وسط حرفش نپری الان صدا میاد کسکش آره گربونه نتش میچن فرداد شد واو سو خب بچه ها دیگه بگید مریم جون بگو فردا شام باز رفتی خودش تو گو خوردی مال توه مال من نیست یاسر خیلی زیاد قد میشه خب یاسر یک باید میگیری مثل سکتی رسون میکنم مریم جون میگم من بیام هزینه کنم بیام اون طرف بعد ازت تقاضا کنم که عشقای قبل منو کات کنی سوء تفاهم بوده با من باشی اوکیه فکر کنم خیلی قفلی زدی رو من بله عشقم 100% شما بیاید من وقتی خدا مریم یه بردم میخواد یعنی بدون اجازه تو آب نمیخورم نه خواهش میکنم مگه شما حق حقوق ندارید قربونت برم خلاصه در این حد دیگه دارید میتونید زندگی کنید خب اوکی من میخوام به همه رو به چالش بکشم چون هیچ کدومتون نمیتونید مثل من آدم رو به چالش بکشید خندانه اوکی خندانه یاسر کنارته بیش میدی یا میکنیش من اول میکنمش بعد میدم بهش میدی چه پوزیشنی میکنیش دیگه داره اینجوری باز میشه خب نه اینجوری باز میشه خب این دی اس سی هم که میزنم براش بذاره هر چقدر اون کنشو پاره کنه من درد حس میکنم فقط لذت میبرم بچه بذارید با یاسر من با تو خدافظی میکنم چون تو این دنیا به درد هیچ گوهی نمیخوری نه نت درست داری نه قیافه درست نه کیر درست نه هیکل درست یعنی شبیه ان چوقوکی برو پایین خدافظی دن یاسر عزیزمونن یعنی تو این دنیا به درد هیچ گوهی نمیخوری نه قیافه داری نه بدن داری نه کیر داری نه مردونگی داری هیچ چی نداری اینترنت هم مثل گوه گنجش برو پایین الان برو درست کن دیگه آقا یاسر نت رو یه چک بکنید یعنی آبروی هر چه مرد بود برو قول مدا سلام صوفیم اینجا سلام صوفی جان خوبی خوش اومد صوفی جان عشقم خوبی صوفی جان چند دقیقه بیار بالا آریان چش آوردم چش
مریم سلام. سلام صوفی کماندو، خوب هستی جانو؟ سلام. سلام، خوبین؟ خیلی خوش اومدی. چطوری مریم جان؟ سلام مریم، سلام. چیال لارنس، خوب هستین؟ بخیر هستین جان؟ کنجور هست، سلامت باشی. کجای تهران هنوز؟ چرتایتان سه تا سه چیال میگم تهرانی هنوز؟ خوبم، تو خوبی؟ تو هنوز دندونات رو درست نکردی؟ کی باشه آریان؟ دندونات هنوز درست نکردی؟ آریان چی حال داری؟ صحت خوب است؟ میگم به خندم بهش بگو دندونات درست نکردی؟ میگه دندونات درست نکردی؟ دندونتش ضعیفه. آریان میگم یه دوستش فوش داد، به خودش فوش داد، گفت به خاندان خودمون نگاهی دید. چرا آخه اگه دوست داری پرتش کن پایین چون ایشون میچرخه. داره میچرخه. امسایه داره خونه‌شو تمیز میکنه. صدا. خب اوکی، این دوست عزیزمونم چرخید، فعلا صحبت کنیم. خب بگو بنده، شروع کن جان. وایسا کسکش کنه تو نخارون در کسیف بی وجدان. نه چیزه بگم که هنون شما میتونی کسکش کنه تو نخارون با این بعد کسیف. دیدی وقتی دستو میکنی رو سلاخ کنه مثلا میخاره میخارونی چه لذتی داره؟ وای چه لذتی داره؟ به خدا اقام اون حسو دارم انگار یه چی رفته تو من. اصلا خیلی خوبه. چی آریان مرمونت برم چیز کن آریان یه دونه شوهر خوب نذارم. شوهر خوب بیار بالا بسه من یکی دیگر رو بیارم بالا. باشه، یعنی میگم یه آهنگ نذارم بعد و چی هست؟ چی میخوای بذاری؟ آهنگ پرژین میذارم، فارسی بذار فعلا. مرسی. این خیلی خوش اومدی، اگه سلامی هست بفرمایید. سلام سلام مریم جان. مریم جان دوست دیگه ما، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ میگم صافی تو هنوز دندوناتو درست نکردی؟ نه بابا، این دندانو از روز قضاوران چقدر دکترها کنشون اتصاب کردن، میگم ما دندان جور نمیکنه. چی هست؟ مریم چطوری؟ چطوری عزیزم مریم؟ ای کی مریم جان، خوبی؟ مرسی صوفی جان، تشکر میکنم، حالتون خوب است؟ مریم من چجوری بچم؟ این آریان منو بچه بعد فکر کردم، با من ویدیو پر کردم، منو تو اون شب بود نرفای زشتد، من بچه خوب نیستم داداش. داداش شما خیلی خوبید، اصلا کلن سابقه نداری. چی آریان تو با من بد میگی بابا؟ من بچه خوبم، بچه بد نیستم. آریان اشتباه کرد، من اشتباه کردم، اشتباه کردم. آره آریان من بچه خوبم. صبح یه جا برو سر صدا نباشه. باشه سر صدا کنم، بس کنه بچه ها بیاد در خانه ما از کلش یک جای شستم، جای دان خالی دیگه، کل ما پیکار از در رئیس تیمک مریم جان نمی آره دیگه، این همی جا فهمیده هر چقدر بخوریم سعی کنو جا، هر چقدر بخوریم اونو جا تا صبح بر ما شراب هست، ولی ما میگم نمی خوریم بد هست. خوشم میام بدای چی خبرها دیگه؟ خیرتی از جور هستین؟ چرا صوفی چرا؟ چی بیشتر نه؟ اونجا گاب داریه؟ سر صدا دیگه گم شد آریان، سر صدا گم شد دیگه، هیچ کی گاب نمیزنه.